در آینده نزدیک زمین به مکانی عالی بدون خشونت و محیطی بهبود یافته تبدیل شده. اما این به این دلیل است که موجودات فضایی به نام سولها بر بشریت تسلط یافتند. اونا پاراسایت هایی هستند که از سیاره به سیاره دیگر سفر می کنند. خود را وارد بدن میزبان می کنند و از شر هوش و آگاهی اونا خلاص می شوند. اما با آن هم سولها می توانند به خاطرات میزبان دسترسی داشته باشند و با حلقه های نقره‌ای در چشمانشان از انسان های معمولی متمایز می شوند. چند انسان هستند که هنوز تسخیر نشدند و برای زنده ماندن پنهان شدند. یکی از این شورشیان ملانی نام دارد که سعی میکند در یک هتل مخفی شود، اما گروهی از سولهای پلیس مانند معروف به جویندگان اونو پیدا میکنند. ملانی مقاومت میکند و به طبقه بعدی میتود و آنجا از پنجره میپرد و هنگام تصادف روی زمین صدمات شدیدی بهش وارد میشود. جویندگان اونو دستگیر میکنند و به یک مرکز پزشکی میبرند، جایی که تمام زخمهای ملانی فوراً با یک اسپری فضایی بهبود مییابد. بعد پاراسایت یک سول را از یک کپسول می گیرند و وارد بدن ملانی می کنند. وقتی اون بیدار می شود، چشمانش تغییر کرده و سول درونش خود را واندرر معرفی می کند. تا چند ساعت واندرر اجازه دارد استراحت کند و به بدن جدید خود عادت کند، تا اینکه صدایی در سرش کشف می کند و معلوم می شود که ملانی حاضر نیست بمیرد و با کنترل واندرر در بدنش مبارزه می کند. بعدن یک جوینده به اسم بلاندی واندرر را به دفترش فرا میخواند و از او میخواهد که به خاطرات ملانی دسترسی پیدا کند تا بتوانند بفهمند شورشیان کجا پنهان شدند. با انجام این کار واندرر گذشته ملانی را توضیح میدهد. یک روز در حالی که با برادرش جیمی داشت شنا میکرد، جویندگان از راه رسیدند. خواهر و برادر در اسکله پنهان شدند، در حالی که پدرشان برای جلوگیری از تبدیل شدن به یک سول به زندگی خود پایان داد. ملانی سعی میکند واندرر را از گفتن این چیزها باز دارد، اما به اندازه کافی قوی نیست. آن شب واندرر در مورد خاطرات میزبانش خواب میبیند. ملانی وارد یک خانه برای غذا شده بود که ناگهان ساکن خانه پسری به نام جرت که فکر میکرد ملانی یک سول است بهش حمله کرد، اما به زودی متوجه شد که او نیز مانند خودش یک انسان است و از روی هیجان اونو بوسید، اما ملانی اونو هل داد و فرار کرد. جرت دنبالش کرد و پس از اثبات انسان بودنش از او خواست که کنار هم باشند. وقتی واندرر بیدار می شود نمی تواند حس بوسه را فراموش کند. بعد پرتره ای از جرت می کشد تا اینکه ملانی مانع می شود. روز بعد بلاندی نقاشی را پیدا می کند و قبل از درخواست اطلاعات بیشتر واندرر را به خاطر آن سرزنش می کند. واندرر می گوید که ملانی و جیمی با جرت در حومه شهر زندگی می کردند. ملانی و جرت به هم نزدیک شدند و در نهایت به هم رسیدند. عشق اونا واندرر را گیج می کند و بلوندی باید یادآوری کند که تمایلات فیزیکی انسان ها نیز اشتباه است. فلشبک همچنان نشان می دهد که یک روز جرت متوجه آمدن جویندگان شد و به امید پیدا کردن شورشیان مجبور شدند فرار کنند. در طول سفر برای استراحت در یک هتل توقف کردند، جایی که جویندگان ملانی را پیدا کردند. ملانی حواس اونا را پرت کرد تا بقیه بتوانند فرار کنند. واندرر می گوید دیگر نمی تواند خاطرات را ببیند و بلوندی می رود. با این حال منظره‌ای در ذهنش وجود دارد که بلا فاصله ترسیم می کند. ملانی اونو متقاعد می کند که کاغذ را پاره کند، چون نشان دادن مکان به جویندگان عزیزانش را در معرض خطر قرار می دهد. برای چند روز آینده بلوندی به بازجویی واندرر ادامه می دهد، اما اون چیزی بیشتری فاش نمی کند، چون حالا که عشق ملانی را احساس کرده می خواهد از آن محافظت کند. یک روز بعد از ظهر بلوندی به واندرر اطلاع می دهد که جرت دیده شده و جویندگان به زودی اونو پیدا می کند. واندرر عصبانی می شود و سعی می کند بهش حمله کند، اما بلوندی به سرعت بر او غلبه می کند و با یک نوع اسپری اونو می خواباند. بعدن در مرکز بلوندی و یک پزشک به این نتیجه می رسند که ملانی اجازه نمی دهد واندرر کنترل کامل بدن رو بر عهده بگیرد و اعلام می کنند که اونو به میزبان سازگارتری منتقل می کنند. بلوندی قصد دارد ملانی را تصاحب کند تا خاطرات اونو ببیند و بعدن جسد را از بین ببرد. واندرر را رها میکنند تا شب را استراحت کند، چون عمل فردا صبح صورت میگیرد و ملانی اونو متقاعد میکند که فرار کند. بهش یاد میدهد که چگونه در را با صندلی ببندد و از بالکن بپرد و در استخر فرود بیاید. یک جوینده اونو متوقف میکند، اما ملانی واندرر را مجبور میکند تا با اسپری خودش اونو بخواباند. ملانی بعد میخواهد ماشینی را بدزدد، اما واندرر میداند که فقط با گفتن این که وضعیت اضطراری است آن را درخواست کند. راننده بدون تردید ماشین رو بهش میدهد، چون بیگانگان فضایی معمولاً جرم نمی کنند و کورکورانه به یکدیگر اعتماد دارند. در ساختمان بلوندی و دکتر در نهایت در رو میشکنند، اما حالا خیلی دیر شده. اتاق رو میگردند و در لباس فاندرر سکه های نقاشی پیدا می کنند. در طول رانندگی ملانی خاطرات رابطهش با جیمی رو به اشتراک میگذارد تا حواس فاندرر را پرت کند و ماشین را به سمت پایگاه شورشیان هدایت کند.
وقتی واندرر متوجه این موضوع می شود، هر دو شروع به دعوا بر سر چرخ می کنند و ماشین از جاده خارج می شود. بدون انتخاب دیگری واندرر به ملنی اجازه می دهد تا اونو در بیابان راهنمایی کند و مطمئن می شود که روی صخره ها قدم بگذارد تا رد پایی از خود به جا نماند. در مرکز بلوندی نقاشی را کنار هم می گذارد و مکان را روی نقشه دیجیتالی پیدا می کند. بلافاصله با ماشین مدرن خود حرکت می کند و به ماشین تصادف کرده می رسد. اما هیچ رد پایی وجود ندارد. با پشتیبان تماس می گیرد و اونا را برای جستجوی منطقه می فرستد. در همین حال واندرر تنها با یک بطری کوچک آب به راه رفتن در صحرا ادامه می دهد. در نهایت آفتاب سوختگی بر او غلبه می کند و زیر درخت از حال می رود. آنجا رهبر شورشیان جب اونو پیدا می کند. وقتی مقداری آب بهش می دهد واندرر می گوید ما را پیدا کردی و استفاده از کلمه ما توجه جب را جلب می کند. همان موقع شورشیان بیشتری از راه می رسند. مگی بهش سیلی میزند در حالی که یان و کایل به خاطر پاراسایت بودن میخواهند اونو بکشند. اما جب مانع میشود و چشمان واندرر را میبندد تا اونو با خود بیاورد. گروه وارد مخفیگاه کوهستانی شورشیان میشوند. عزیزان ملنی آنجا هستند اما جرت بلا فاصله اونو میزند. مگی میگوید که ملنی باید مانند سایر پاراسایت ها تحت مراقبت پزشک قرار بگیرد. اما جیمی شوکه شده با این موضوع مخالف است. به واندرر یک اتاق داده می شود و جیمی از طریق سوراخ سقف اونو زیر نظر می گیرد. ملنی از واندرر می خواهد که صدای اونو به کسی نگوید چون فکر می کنند که اون دروغ می گوید. جرد نگهبان اتاق اوست و می داند که بقیه می خواهند اونو بکشند. با آمدن اونا جرد با کایل مبارزه می کند و واندرر برای دفاع از او بیرون می آید. اما این دوتا اونو نادیده می گیرند و به مبارزه ادامه می دهند. با استفاده از فرصت یان واندرر را میگیرد و سعی میکند اونو خفه کند. اما همان موقع جب ظاهر میشود و یک گلوله اخطار شلیک میکند و همه را متوقف میکند. بعدش اعلام میکند که بودن در راهروی اتاق واندرر حالا ممنوع است و تهدید میکند که هر کی اینجا بیاید به شلیک خواهد شد. قبل از رفتن جرد از جب میخواهد که جیمی را از دختر دور نگه دارد. مدتی بعد یان، جرد و کایل متوجه جویندگان در منطقه میشوند. اما اونا به زودی منصرف می شوند چون هیچ سرنخی ندارند. اما بلوندی حاضر نیست با دیگران برود. در همین حین واندرر سرانجام جیمی را در حال جاسوسی می بیند و اعتراف می کند که جسد ملنی را تسخیر کرده، در حالی که جب مخفیانه به اونا گوش می دهد. همان موقع بچه ها بر می گردند و جرد به جیمی یادآوری می کند که از واندرر دور بماند چون اون شیطان است. اما ایان شک کرده و تردید دارد چون صلح ها معمولا از دیگران دفاع نمی کنند. در صحرا بلوندی تماسی دریافت میکند که به دلیل شناسایی انسانها در منطقه تیم جستجو عقب برمیگردد. صبح جب به واندرر میگوید که اونو به اختصار واندا صدا میکند و اونو به رودخانه زیرزمینی میبرد تا بتواند خودش را بشوید. بعد به مزرعه گندم میروند که به لطف چند آینه در سقف که نور خورشید را منعکس میکند زنده نگه میدارند. همان زمان جویندگان با هلیکوپتر برای جستجو در منطقه میرسند. به زودی جب صدا را میشنود و همه را میفرستد تا آینه ها را ببندند و به موقع از شر انعکاس خلاص شوند. با رفتن هلیکوپتر جب اسلحه خود را به جیمی میدهد تا در حین معاشرت با واندرر احساس امنیت کند و بهش نمیگوید که گلوله ها را با خودش نگه داشته. جیمی واندرر را برای دیدن غاری مملو از کرم های درخشان میبرد و ملنی تصمیم میگیرد که باید حقیقت را به اشتراک بگذارند. واندرر فاش میکند که ملنی هنوز در ترونش زنده است و جیمی اونو در آغوش میگیرد. در همین حین گروهی از انسانها با دو کامیون برای جستجوی تدارکات حرکت می کنند. وارد یک سوپرمارکت می شوند و هنگامی که کامیونها را بار می کنند یک جوینده اونا را پیدا می کند. جرد اونو به سرعت از پا در می آورد و داخل کامیون می گذارد. صبح روز بعد واندرر برای دراف کردن گندم دعوت می شود. در حین کار نگاه های اشفاگرانه با ایان رد و بدل می کند. وقتی مگی حاضر نیست بهش آب بدهد ایان پیش قدم می شود. واندرر از اینکه بهش توجه می شود لذت می برد. با وجود اینکه ملنی بهش یادآوری می کند که ایان قبلا سعی کرده بود اونو بکشد. ناگهان صدای برگشتن هلیکوپترها جیمی را مبهوت می کند و باعث می شود که با داس به خود صدمه بزند. همه عجله می کنند تا آینه ها را ببندند. هلیکوپترها دور می شوند و می بینند که یکی از کامیون ها در جاده با سرعت بیشتری در حال حرکت است. بچه ها از کامیون شروع به تیراندازی می کنند و هلیکوپتر را می ترسانند. اما به زودی جویندگان دیگر با ماشین اونا را تعقیب می کنند. به زودی بدون راهی برای فرار محاصره می شوند و برای جلوگیری از گرفتار شدن تصمیم می گیرند با کامیون تصادف کنند. در کامیون دیگر جرد و کایل از تماشای مردن دوستانشان غمگین می شوند. اما باید وانمود کنند که صلح هستند و به راه خود ادامه دهند. بلوندی متوجه مکس اونا می شود و به تیم خود اطلاع می دهد. به زودی یک ماشین جوینده شروع به تعقیب اونا می کند و کایل تیراندازی می کند.
جرد در یک پل می ایستد و باعث می شود ماشین با آن برخورد کند. بعد با کایل سعی می کنند راننده را برباید، اما همان موقع بلوندی از راه می رسد و شروع به تیراندازی می کند. بچه ها بلا فاصله با کامیون فرار می کنند و بلوندی تصادفی به سول راننده شلیک می کند و اونو می کشد. سایر جویندگان اونو سرزنش می کنند که کنترل خود را از دست داده و باید این تعقیب بیهوده را کنار بگذارد. در غار واندرر داستانهایی در مورد مردمش تعریف می کند. اونا 12 سیاره را با حیات هوشمند تسخیر کردند و قسم می خورد که همیشه در هماهنگی با گونه های دیگر زندگی کردند. همچنین نشان می دهد که بیش از 1000 سال سن دارد. همون لحظه جرد و کایل بر می گردند و از دیدن واندرر که مانند یکی از خودشان روی میز نشسته عصبانی می شوند. جب جلوی تیراندازی اونا رو می گیرد و یان می گوید که واندرر تهدیدی نیست، اما کسی صدای اونو نمی شنود. جیمی وارد می شود و در نهایت نشان می دهد که مدنی هنوز زنده است، اما جرد باور نمی کند و می رود. یان اعلام می کند که برای امنیت واندرر می تواند در اتاقش بماند. آن شب جرد در مورد اوقات شیطنتش با ملنی خواب می بیند و تصمیم می گیرد باهاش صحبت کند، اگرچه به جای او اونو آن خطاب می کند. ایان موافقت میکند که اجازه دهد در خلوت با هم صحبت کنند و جرد واندرر را میبوسد که باعث وحشت ملنی میشود و واندرر را مجبور میکند که اونو مانند بار اول ملاقاتشان از خود دور کند. جرد هیجان زده است چون این را به عنوان مدرکی میبیند که ملنی هنوز زنده است و میگوید که اونو دوست دارد. واندرر وحشت زده فرار میکند و نزدیک رودخانه پنهان شود. کایل اونو دنبال میکند و اون زیر آب پنهان میشود. منتظر میماند تا کایل برود و سعی میکند از طریق تونل دیگری فرار کند، اما کایل منتظر است و بلا فاصله بهش حمله میکند. پس از کشمکش های فراوان سعی میکند اونو به داخل آبشار هل دهد، اما واندرر موفق میشود بهش مشت بزند و در عوض خودش را به زمین بیاندازد. ملنی میخواهد اجازه دهد کایل بمیرد، اما واندرر دست اونو میگیرد تا غرق نشود. به زودی ایان و جرد از راه میرسند و کمک میکنند تا اونو از آب خارج کند. پس از آن دکتر هر دوی اونا رو بررسی میکند و جب توضیح میخواهد. واندرر میگوید که این یک تصادف بود. ایان باور نمیکند، اما از اونجایی که هیچ مدرکی از حمله ندارند فعلا کاری با کار کایل ندارند. بعدش جرت به ایان میگوید که از واندرر دور باشد و با کایل برای برنامه دیگری برای به دست آوردن تدارکات میرود. بعد ایان واندرر را برای لذت بردن از نور خورشید از غار خارج میکند و اعتراف میکند که اونو دوست دارد. واندرر میگوید که او نیز اونو دوست دارد و ایان سعی میکند اونو ببوسد، اما به دلیل اعتراض معلنی واندرر اونو متوقف میکند. ایان به هر حال اونو میبوسد و واندرر برای فکر کردن زمان میخواهد. در همین حال در مرکز جویندگان بلوندی فیلم منطقه رو تماشا میکند و میبیند که دستش میلرزد. حاضر نیست قبول کند که دارد کنترل بدن را از دست میدهد، در حالی که صداهایی را در سر خود میشنود. مدتی بعد واندرر میبیند که زخم جیمی مراقبت مناسبی دریافت نکرده. برای دیدن دکتر میرود و با وحشت متوجه میشود که جویندگان روبوده شده اینجا آورده شدند تا دکتر بتواند پاراسایت ها را از بین ببرد. پس از اینکه گروه را هیولا میخواند به اتاقش میرود و گریه میکند. روزها میگذرد و واندرر اتاقش را ترک نمیکند و از غذا خوردن نیز امتناع میکند. سرانجام جب میآید تا اونو بررسی کند و اشاره میکند که نمیتواند انتظار داشته باشد که بشریت تسلیم شود. واندرر میخواهد برود، پس برای ماندنش جب قول میدهد که دیگر گروگان نگیرد. همچنین بهش اطلاع میدهد که جیمی به دلیل عفونت زخمش به شدت بیمار است. واندرر نگران شده و با عجله میرود تا جیمی را بررسی کند، در حالی که سعی میکند با ملنی صحبت کند، اما صدای ملنی دیگر جواب نمیدهد. اون به جیمی دروغ میگوید که حال ملنی خوب است، اما بعد به دیدن ایان میشتابد و ازش میخواهد که اونو ببوسد. هیچ چیز از درونش تلاش نمیکند که جلوی بوسه را بگیرد، که تعیز میکند ملنی رفته، اما ایان از باور این امتناع میورزد و از جرت میخواهد که واندرر را ببوسد. این باعث میشود ملنی عکس العمل نشان دهد و واندرر را مجبور به گاز گرفتن جرت کند تا جلوی بوسه را بگیرد. وقتی ملنی در مورد جیمی میشنود مفقس میکند که باید کاری انجام دهند و واندرر جرت را متقاعد میکند که اونو به شهر ببرد. خارج از بیمارستان چاقوی جرت زخمهایی به واندرر میدهد که از آن برای گرفتن قرار ملاقات با پزشک استفاده میکند. اسپری پیشرفته در جا زخمها را التیام میبخشد و در حالی که حواس پزشک پرت است واندرر بطری های اسپری را میدزدد. هنگام خروج یک کپسول سول میبیند و آن را نیز میگیرد. همان نزدیکی یک موتور مرموز آماده می شود تا اونا رو دنبال کند. این دو به غار برمیگردند و اسپری بلا فاصله جیمی رو بهبود می بخشد. حالا گروه بیشتر به واندرر اعتماد می کنند و اونو به برنامه بعدی خود می برند، چون به لطف چشمانش می تواند به صورت قانونی غذا دریافت کند.
لحظاتی بعد وقتی به غار برمیگردند از دیدن نگهبان مرده روی زمین شوکه میشوند. همان لحظه بلوندی ظاهر میشود و میآموزیم که موتور سوار مرموز صحنه قبلی بود. بلوندی آماده میشود شلیک کند، اما جب ظاهر میشود و به خودش شلیک میکند. بلوندی به غار برده میشود و با اسپری شفا مییابد که اونو بسیار گیج میکند. واندرر چند سوال از او میپرسد و متوجه میشود که سایر جویندگان نمیدانند که اون کجا رفته، پس باید در امان باشند. پس از فکر کردنهای زیاد فاندرر به دکتر میگوید که اگر قول دهد دیگر پاراسایت ها را نکشد، میتواند بهش بیاموزد که چگونه اونا رو بدون کشتن از بدن انسان ها خارج کند. پس از آن بلوندی بیهوش میشود و دکتر یک برش ایجاد میکند که واندرر از آن برای آموزش به انسان ها استفاده میکند که چگونه موجود فضایی را به دقت بیرون بیاورند. موجود کوچک داخل کپسولی که فانترر قبلا توصیده بود قرار میگیرد و بلوندی دوباره به عنوان یک انسان بیدار میشود و نام اصلیش لیسی است. مانند ملینی، لیسی نیز در سر خود گیر کرده بود و این باعث شد که بلوندی به تعقیب فانترر بپردازد تا از این که میزبانان بیشتر شبیه به او شوند جلوگیری کند. چند ساعت بعد گروه به شهر میروند و واندرر با استفاده از سیستم لیزری که از طریق آن کپسول ها به زمین میرسند پاراسایت بلوندی را به فضا برمیگردانند. وقتی به مخفیگاه برمیگردند، واندرر از دکتر میخواهد که اونو از بدن ملنی خارج کند و بگذارد بمیرد. همه با این ایده مخالفند چون میتوانند موجود فضایی یا همان پاراسایت را نیز نجات دهند، اما واندرر گوش نمیدهد. ایان به دنبالش میرود و میگوید که اونو دوست دارد. بنابراین واندرر در نهایت به عنوان خداحافظی اونو میبوسد. مدتی بعد واندرر بیدار میشود و از دیدن ملنی در مقابلش شوکه میشود. گروه یک آینه می آورند و توضیح می دهند که جسد دختری را به او دادند که دچار مرگ مغزی شده بود. پس به جای این که اونو از بین ببرند، در واقع به یک شخص کمک می کند تا زندگی کند. حالا واندرر می تواند زندگی جدیدی را با ایان با نام انسانی جدیدش واندا آغاز کند، در حالی که ملنی به جرت برمی گردد. چند ماه بعد دو زوج در شهر هستند و یک جوینده اونا را متوقف می کند. طرف بلافاصله عینک آفتابی همه را برمی‌دارد تا بفهمد انسان هستند یا خیر و متوجه چشمان بیگانه واندا می شود و ازش می پرسد که آیا زندانی انسان هاست؟ دیگران ازش می خواهند که برای نجات خود دروغ بگوید، اما واندا می گوید که با انسان ها دوست است. این باعث می شود که جوینده لبخند بزند و معلوم می شود که خودش نیز با گروهی از انسان ها کار می کند که به دنبال بازماندگان دیگری هستند. در اخیر از زوجها دعوت می کند که با هم متحد شوند.